بسم الله الرحمن الرحیم. وزرای محترم، وزیر سیب عدلیه، وزیر سیب کارم و اجتماعی، وزیر سیب اطلاعات فرهنگ، معینان محترم، خانم گپتا رئیس دفتر یونیسف در کابل، دکتر سیب سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر، دکتر سیب هاشمزی، خانم بانو غزنفر، همه همکاران گرامی از ادارات مختلف، از انجمن مستقل وکلای مدافع، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همه حاضرین مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ابتدا حضور مهمانان گرامی را در نشست امضای پلان کاری بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یونیسف گرامی می‌داریم. به همه شما خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌کنیم. به طور خاص از وزارت‌های محترم عدلیه، کار امور اجتماعی، وزارت امور داخله و دفتر یونیسف تشکر می‌کنیم به خاطر پلان خیلی دقیق و جامعی که برای دو سال پیش رو تهیه کردن و امروز در این نشست به امضا می‌رسد. حضار گرامی، همه ما شما می‌دانیم موضوع حمایت از حقوق طفل یکی از موضوعات بسیار مهم هست، هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح ملی. در طول سالهای اخیر به طور خاص در افغانستان پیشرفت‌های قابل توجه هم در این عرصه داشته‌ایم و با مشکلات زیادی هم مواجه بودیم و هستیم. از نگاه بین‌المللی در کنار مسائل عمومی مربوط به حقوق بشر، حقوق طفل با عنوان یک گروه ویژه اجتماعی همیشه مورد توجه نهادهای بین‌المللی بوده، مخصوصاً از نگاه فراهم کردن یک بستر حقوقی مناسب. همه ما و شما می‌دانیم یونیسف از اون نهادهایی است که سابقه بسیار طولانی دارد. از سال 1946 در واقع بعد از ختم جنگ جهانی اول یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مربوط به حمایت حقوق طفل یونیسف است که تأسیس شد و از اون روز تا حالا در سطح جهانی فعالیت‌های قابل تقدیر داشته و خصوص در کشور ما افغانستان. علاوه بر کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بشر، اسناد خاصی بین‌المللی داریم که در موضوع خاص طفل به تصویب رسیده که همه شما در جریان هستین. پروتکل هاست، اعلامیه هاست و از همه مهمتر کنوانسیون حقوق طفل است که در سال 1989 به تصویب رسید. فعلا بیش از 191-192 کشور به این کنوانسیون ملحق شده و خوشحال هستیم که کشور ما افغانستان 26 سال پیش در سال 1994 یا 1373 خورشیدی به این کنوانسیون ملحق شده و همچنین سال گذشته بود میثاق حقوق طفل در اسلام که توسط سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده. افغانستان این میثاق هم تصدیق کرد و در سال آخر سال 97 بود در جلد رسمی وزارت عدلیه این میثاق هم نشر شد. ما در افغانستان هم همه کوشش ها و تلاش های خود را داشته ایم که حداقل از نگاه بستر حقوقی و تقنینی یک زمینه مناسبی برای حمایت از حقوق طفل فراهم شد. حداقل در این سالهای اخیر همه شما در جریان هستین، ما قانون رسیدگی به تخلفات اطفال را داشتیم، قانون مراکز اصلاح و تربیه اطفال، مقرره مربوطه، مقرره حمایه و تقویه تغذیه طفل با شیر مادر، قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی را داشتیم در سالهای گذشته و قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را داشتیم و مهمتر از اینا که در سال گذشته کد جزای افغانستان تدوین شد و نافذ شد. در قسمت اطفال در بخش‌های مختلف
مواد بسیار زیادی در کد جزای افغانستان آمده. با عنوان مثال تخلفات اطفال در 20 ماده کد جزا ذکر شده، اختطاف و قاچاق اطفال، استخدام اطفال در قطعات نظامی، جرایم نقض حقوق طفل در 10 ماده در کد جزا ذکر شده، تجاوز جنسی، انحرافات اخلاقی در 18 ماده این قانون یعنی کد جزا و همچنین آزار و اذیت طفل. از تمام ابعاد در بخش تخلفات و جرایم احکام بسیار منظم و دقیق در بخش‌های مختلف کد جزا ذکر شده و مهمتر از همه که قابل هم تقدیر است و هم یادآوری، قانون حمایه حقوق طفل است. سال گذشته شاید در همین وقتهای سال بود، سال 97 این قانون با فرمان تقنی ریاست جمهوری به تصویب رسید، در جریده رسمی نشر شد. یک قانون واقعا جامع است، تا جایی که من معلومات دارم در کشورهای منطقه یک قانونی با این جامعیت بسیار کم داریم راجع به حقوق طفل. این قانون نافذ است. ما از این فرصت استفاده میکنیم، از همه نهادها و دوستانی که در تدوین و همچنین تصویب قانون همکاری داشتند، از یونیسف گرفته تا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بدون شک وزارت های مربوطه، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت عدلیه، وزارت امور داخله، نهادهای مدنی ما در این دخیل بودن در تدوین قانون. از همه این نهادها و همکارانی که سهم داشتن تشکر میکنیم که قانون نهایی شد و نافذ شد. و امروز از آدرس این نشست هم یک بار دیگه از وکلای افغانستان در شورای ملی، مخصوصا در ولسی جرگه هم تشکر میکنیم که را در آجندای خود قرار دادن که فرمان تقنینی به تصویب برسد. هرچند میدانیم هنوز نهایی نشده، اما انتظار داریم و مطمئنم هستیم که شورای ملی افغانستان این قانون را تصویب خواهد کرد. نقطه‌ای خیلی مهم برای اختلاف نظر نیست، تنها یکی از یک جزئی از یکی از مواد هست که در یک حد مورد اختلاف نظر است. امیدواریم که با تفاهم یه حل شوه و یه قانون تصویب پارلمان را هم داشته باشه. در فصل دوم یه قانون، همه شما در جریان هستید، مکانیزم تطبیقی برای یه قانون پیش بینی شده که بسیار کم ما در قوانین افغانستان یک چنین چیزی را داریم. برای تطبیق قانون یک کمیسیون ملی در او فصل دوم پیش بینی شده. در او کمیسیون بیش از 20 اداره مرکزی افغانستان، یعنی وزارت‌ها و ادارات مرکزی عضویت دارد و در کنار او دو کمیته تکنیکی پیش بینی شده، یکی در مرکز به رهبری وزارت کار امور اجتماعی و دو کمیته های ولایتی است که تحت ریاست هر والی در 34 ولایت افغانستان باید فعال شود، که هم اکنون هم فعال شده. امیدواریم این کمیته ها چی در مرکز چی در ولایات بتونه به صورت منظمتر و جدیتر وظایف خود پیش ببره. حضار گرامی، دوستان عزیز، خب از نگاه بستر حقوقی واقعا گام های بزرگی برداشته شده، اما مهمتر از تصویب قوانین مرحله تطبیق است که در مرحله تطبیق با مشکلاتی بسیار زیادی ما مواجه هستیم در عرصه های تعلیم و تربیت، در عرصه خدمات صحی، اطفال کارگر، اطفال در معرض خطر، اطفال جنگ، اطفال دارای معلولیت و سایر موارد. به طور عمده عامل اصلی بیشتری این مشکلات عمدتاً دو عامل اصلی است، یا دو مشکل عمده را ما و شما داریم. یکی فقر و سطح پایین معیشت مردم و دوم موضوع جنگ و ناامنی است.
ما با اجازه شما میخواییم بعضی از ارقام آماری را که خود یونیسف با همکاری وزارت معارف و ادارات دیگر در سال گذشته نشر کرده بود یادآوری کنیم که در قسمت ها چقدر ما با مشکلات مواجه هستیم. یک تحقیق مشترک بین یونیسف و وزارت معارف افغانستان است از سال گذشته، البته سال 1397. در سراسر افغانستان 44% اطفال واجد شرایط هنوز هم دسترسی به مکاتب ندارند، یعنی 3.7 میلیون که عمدتاً به خاطر جنگ، ناامنی، بیجا شدن و سایر عوامل اینا هنوز به معارف یا به تعلیم و تربیت دسترسی ندارند. طبق یک گزارش دیگر که واقعا خیلی تلخ است، در سال این گزارش البته از سال قبل است، دو سال قبل است، سال 2017، در هر 3 ساعت یک طفل در افغانستان قربانی جنگ است و در سال بعدتر 735 طفل کشته و زخمی داشته ایم. در سال 2018 گفته شده که در میان قربانیان غیر نظامی بیش از 1000 نفر طفل بوده، قربانیان جنگ. و همچنین بر اساس گزارش یونیسف در سال 2018 افغانستان، عراق و یمن از کشورهایی است که به اصطلاح در صدر بدترین کشورها برای اطفال است. در 9 ماه اول سال 2018 5000 طفل و نوجوان در افغانستان کشته و مجروح شد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم گزارش داشت در سال 2018 که گفتند بیش از 10000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی داشتیم که 1/3 اونا را اطفال تشکیل میداد. بر اساس گزارش یونیسف در سال 97 3,800,000 طفل به کمک نیاز دارند که در این میان بیش از 570,000 تن آنها نیازمند کمک های فوری هستند در بخش های مختلف. با توجه به این وضعیت و این خطرات و این تهدیدات و دو عامل اصلی که داریم، ما به حیث دولت افغانستان و در کنار ما مردم افغانستان و نهادهای همکار نیاز داریم حداقل از نگاه عملی که در چند مورد توجه جدی صورت بگیرد. اول پلانگذاری دقیق، دوم تأمین بودجه کافی، سوم هماهنگی بین ادارات مربوطه، چون مسائل مربوط به طفل مربوط به یک اداره خاصی نیست، بلکه همونطوری که پیشتر اشاره کردیم بیش از 20 اداره افغانستان به یک شکلی وظایف قانونی در ارتباط. و چهارم مشارکت مردم و نهادهای مدنی افغانستان، و پنجم همکاری همکاران بین المللی. با توجه کافی به این نکات که ما شما میتونیم با این مشکلات و چالش ها مقابله جدی تر کنیم و پالیسی ها و برنامه هایی که داریم اونا را عملی کنیم. ما در دولت افغانستان برای مقابله با این مشکلات و چالش ها و همکاری جامعه بین المللی، مخصوصا نهادهای بین المللی، نیاز شدید داریم. در طول سالهای گذشته یونیسف از اون نهادهایی بوده که از همکاران جدی و از حامیان جدی حقوق طفل در افغانستان بوده که ما از طرف دولت افغانستان، از یونیسف و سایر نهادهای بین المللی در این زمینه همکاری داشته، با ما صمیمانه تشکر میکنیم. و امروز میتونیم با اطمینان بگوییم که علی‌رغم همه چالش هایی که یاد کردیم، یک تصمیم جدی وجود دارد برای تعقیب
برنامه و پالیسی ها و به خصوص تطبیق احکام قانون حمایه حقوق طفل که من یک بار دیگه از نهادهای دولتی افغانستان مخصوصا دوستانی که در اینجا حضور دارن از نهادهای مختلف جدا تقاضا میکنیم که در قسمت ایجاد هماهنگی ها و همکاری در جهت تطبیق پلان های مشترک توجه جدی داشته باشند. مخصوصا وزارت کار امور اجتماعی در این بخش رهبری این برنامه را به عهده دارد. در کنار وزارت کار امور اجتماعی نهادهای عدلی و قضایی ما به نهایت مهم از وزارت عدلیه تا سرانوالی تا محاکم تا انجمن مستقل وکلای مدافع تا کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنین وزارت دولت در امور حقوق بشر و سرمیاشت افغانستان که خدمات بسیار خوبی داشته و سوم نهادهای امنیتی ما در کنار نهادهای عدلی و قضایی مخصوصا به طور خاص تاکید میکنیم وزارت امور داخلی افغانستان نقش بسیار اساسی داره و در پالوی اینا امنیت ملی افغانستان. اگر این سه مجموعه از نهادهای دولتی ما با یک مقدار هماهنگی عمل کنند ما مطمئن هستیم که پلان ها و برنامه های ما و شما با موفقیت پیش خواهد رفت. من بیش از این وقت شما را نمیگیرم، یک بار دیگه خوش آمدید عرض میکنم خدمت همه شما و تشکر مجدد از یونیسف و از وزارت های ما که این پلان را تهیه کرده. بعضی جزئیات پلان را من لازم نمیبینم یادآوری کنیم، همکارا در صحبت هایشان بعضی جزئیات را ذکر میکنه که پلان چی است، چه اهدافی را تعقیب میکنه. ما خواستیم در ابتدا فقط از همه شما تشکر کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.